قاسم سلیمانی و داغ دل سرکردگان رژیم آخوندی. آخوند روحانی: یکی از ظلم‌های غیرقابل گذشت ترامپ کشتن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس بود. این دو مورد ما یادمان نخواهد رفت. این داغ بود بر دل ما و برای همیشه در سینه ما هست. شاید هزارها ساعت در طول این 40 سال با قاسم سلیمانی حرف زدم. طرحی بود بسیار مهم، بسیار خطرناک، واقعاً پا به رکاب بود. شهید سلیمانی و همچنین یارش ابو مهدی المهندس برای ما وجودهای ارزنده بودند. حالا اگه بخوام بگم در این نزدیک 37 سال، نزدیک 40 سالی که ما در مقاطع مختلف با هم بودیم، با هم صحبت کردیم، با هم بحث کردیم، صدها ساعت ما با هم صحبت کردیم، خیلی کم این عدده. شاید هزارها ساعت در طول این 40 سال ما حرف زدیم، بحث کردیم. واقعا اعتماد به نفس داشت. طرحی بود بسیار مهم، بسیار خطرناک، ولی کاملا اعتماد به نفس داشت. واقعا پا به رکاب بود. ترامپ 3 سال جنگ اقتصادی رو بر ما تحمیل کرد. او هم تو هفته های آینده سرنگون میشه، نه از حکومت، اصلا از زندگی. یک آدم بی‌آبرویی در تاریخ خواهد بود به خاطر جنایت ها و ظلمی که کرد. یکی از ظلم های غیر قابل گذشتش شهادت شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس بود، که حالا خیلی او جنایت کرد، خیلی آدم کشی کرد، ولی این دو موردی است که ما یادمون نخواهد رفت. اینا باید بدونن این داغ بود بر دل ما و برای همیشه در سینه ما هست. و انتقام این خون رو ملت‌های منطقه و ملت ایران یه روز مناسبی از اینها خواهند گرفت. برای اینکه ما بتونیم مقاومت بکنیم، ما باید همدیگر رو تقویت کنیم. ما باید دولت رو تقویت کنیم. هر کس دولت رو تضعیف بکنه و بگه من ضد آمریکا هستم، دروغ گفته، از اون دروغای شاخدار گفته. اگر کسی ضد آمریکاست، باید در شرایط جنگ اقتصادی که دولت در میدان جنگه و به تعبیر رئیس جمهور فرمانده این جنگ رئیس جمهوره، ما در میدان جنگیم و داریم می جنگیم با آمریکا. اگر کسی آمد و این دولت رو تضعیف کرد، او چه بخواد چه نخواد حامی آمریکاست و طرفدار آمریکاست.